امشب ما یک برنامه از منبر سفید بیت خود داشتیم. فعلا اول چطور است که یک دفعه تو دیکخانه رو بریم ترقی پخته کردن کوچه را یک از دوستا براز ما تشریف بکنه؟ اینجا سماواد موندگی است؟ سماواد است که سنه زنا که میه باز دیگه کارندایی که سر دیگ است دیگه مهمانایی که میه باز چای تایمنا برای سنازانو هم چای تایمنا خیلی خوب همین به چمنای دو دی تاثیر نم نمبر دو تاثیر مونن در چقو مونم آره یا بزغلی یک هسته فکر نم بارا یانه از چین دو مسجد قبلا ساخته شده بود قسم تقسیمات کرده چند روز محرم اول خوندو در دینج خوندون از مو هفت روز محرم خوندو میگیریم در افغانستان او ترقم مولایی نبوده که دمین بریز بیت آمدن نخوانه باشد این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست این چه شمع است که جانه ها همه پروانه اوست بنده های خوب رسانه بیسود سلام سلام و درود خدمت همگی شما انشالله هر کجای از دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لباس عافیت برتن داشته باشید دوستان معذرت میخواهیم از اینکه سر و وضع چندان خوب نیست چون مناطق بیسود کوهستانی است مثل از گزارش هایی که مردم در شهر و بازار میگیره قسمی نمیشه واقعا سر و وضع چون واقعا کابل بسیار گرم بود ولی در اینجا آمدیم دیدیم ببینید با پاتو خود پیش کردیم منوزم لرزه گرفته واقعا اینقدر فضا سرد است و یخ شده باران هم تازه بریده و یک چیز را نگفتن اما به نظر شما کجا باشم یک حدس بزنید ولی شما تا حدس بزنید ناوقت میشه مو امروز آمدم در ولسوالی مرکز بیسود ایام هم ایام محرم است امشب ما یک برنامه از منبر سفید بیت خود داشتیم از حسین سفید بیت که در ولسوالی مرکز بیسود در ساحه باداسیاب است ساحه مربوطه باداسیاب میشه دقیقا اگرچند نام از قریه را دقیق بلد نیستم ولی به نام حسین سفید بیت ما در اینجا امروز آمدیم امشب گزارش از اینجا خود داشتیم قسمی که میبینید یک قریه هم واقعا بسیار قریه زیبا یک قریه بسیار جمع جور است و منبرم دو منزله است و واقعا یک فضای بسیار خوبی شاید باشه ما امشب گزارش از عزاداری امشب برای شما تهیه خود کردیم از ایام محرم تا آخر از گزارش با ما باشید ما امشب در حسین خود رفتیم باز هم منتظر جزئیات گزارش باشید که اینا رسم و رواجشان در ایام محرم چگونه هست و چگونه برنامه ها را داره برای شما گزارش تهیه خود کردیم تشکر که تا اینجا بیننده بودید منتظر گزارش کامل باشید باز هم شما را خوش آمدید میگیم در ادامه برنامه قسمی که شما دیدید آذانم آذان شام گفته شد و ما هم آمدیم در داخل منبر میریم میریم یک از مسئولین را پیدا میکنیم من با ایشان صحبت خود داشتیم اول خوب به خاطر که طرز پخته کردن کوچه را اکثر شما مردم خبر ندارید و اکثر بعضی کسایی که نوولد است و اید کسایی که قبلا از کوچه پخته کردن خاطرات داره و در مناطق بوده ما انشاءالله ایره برای شما خاطرات شما رو تازه خود کردیم و ایده کسایی که یاد نداره طریقی پخته کردن کوچه را برای روش محلی که چی نو کوچه آماده میشه و پخته میشه برای شما به تصویر خود کشیدیم خب فعلا هم موریم داخل منبر میبینیم از احالی از منبر در اینجا هستن امروشون صحبت خود داشتیم سلام و درود سلام بر شما سلام خوبین بخیر سلامتی سلام خوبین بخیر سلامتی خوب هستین تشکر سلامت باشی امید که مزایم نشده باشم خب میشه ولی ببینین دو یک دفعه نام خوب بگی بعد یک بار اسم محمد علی محمدی هستیم
از امزی قریه سفید بید با روسیا بسن. خب این قریه قریه سفید بید میشه؟ این قریه سفید بید با روسیا بسن. خب خیلی خوب، خیلی خوب. فعلا هم که ما مسجد جامع و حسینی بزرگ سفید بید با روسیا فعلا در اینجا قرار داریم. خب چطور است قبل از اینکه داخل منبر بریم در رابطه با فرهنگ و رسم رواج مردم در رابطه با عزاداری محرم صحبت داشته باشیم، فعلا اول چطور است که یک دفعه تو دیگ خانه رو بریم ترقی پخته کردن کوچه را یک از دوستا براز ما تشریف بکنه؟ بسیار خوب. خب در قدم اول اگر دیگ خانه مارین همراه شما مارین او بینید گزارش تهیه کنید. تشکر. خب کدام طرف است بیا که بریم؟ خب دیگ خانه در بیرون است یا داخل؟ داخل. سلام. سلام. سلام سلام. دیگ خانه در داخل است یعنی؟ خب اینجا سماوات موندگی است؟ اینجا سماوات است یعنی؟ خب سنزانا که میا باز دیگه کارندایی که در سر دیگ است، دیگه مهمانایی که میا باز چای تیامنا برای سنزانا هم چای تیامنا. خیلی خوب. همی کسایی که نظر داره. دکم. یعنی همون نظر والا امو شب مهمان ها رو خدمت مونه. آه دقیقا. بیا که بریم داخل. خب ای دک خانه یا؟ ای دک خانه است. به به ماشالله. خب در اینجا سلام خوبی؟ سلام آمد. بخیری. سلام آمده خوب است. سلام و درود خوب است. بخیری. سلام آمده. چطور دود کده؟ خدا دیگه. شب. خب این دک اینجا چی هست دیگه؟ این دک شاو است. شاو است. یک رو نام کرا بلده بینید نام بگوی؟ نام محمد رضا. محمد رضا زمی قریه است. آره. نوبت نظره. نوبت نظره شما یا؟ خب 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 خیلی خب. یه چطور ده اینجا از جدوز به جوگ مده؟ یکی اصلا دیگ شب است برای سینزانا و همی سفید های قریه و همی آسان برای شب یک دیگ. خب یک دیگ است ده اینجا بقیه دیگ های دیگه دیگ های کوچه مانده است. خب تو پیش بیا یکم گرچن دودم زیاد است. خب خیر تازه فکر کنم دیگه آتش کردن دیگه. آه دیگه دیگه تازه. خب اصلا دود اگر نه یعنی می دود کدار دیگه مگن از خاطری که بیرون هوا یک ذره چی بود که بارش نکنم دو خیلی خب. خب کی در مورد کوچه یکم معلومات میده که چه قسم تهیم شده می داخل یا در بیرون بریم؟ در اینجا دودم گرچن زیاد است. خب خب تو یکم پیش بیا خیلی همین نام ترم بینیندا بلد شوه. اول نام خیلی بلده بینیندا یک دفعه بگوی. نام ما از محمد سالم. محمد سالم. خب از همی قریه هستی؟ از قریه سومچگ هستیم. از قریه سومچگ هستی بوله یا خواهی نزمان؟ نه او طرف هست. خب او طرف؟ هره. خب چطور به چمنای دود تاثیر نمنام مرکو؟ دود تاثیر مونم در چخواه مونم. هره بخو این می تاثیر دوده مخو چخواه من بور شد. خب گرچن بینیندای عزیز ما در خود دیگه یک دفعه می دیدیم باید زیر آتیشه ولی در اینجا دود زیاد است. خب بیا بریم یک دفعه بیرون باز خیره. این متاسفانه که این روز بارندگی شد یا کم سخت و یه چیزای نم کشیده تر شده بخاطر از او دود مونه. خواه خیلی خوب. خواه در مورد کوچه باشت اول مودیدای خوردیم و پاک کنی؟ آره چپای خود تمام کنی باد از او بازار دیم گرم از نی. آره خلاص است؟ خلاص. خب چطور است که در مورد کوچه اول صحبت کنیم؟ خب گرچن در مورد از حسینی سفید بیت که چه تعداد قریجات شامل میشه اینا رو پاستر صحبت در منبر خود داشتیم یک از احالی رو حتما کدش صحبت مونیم مستقیم میم صحبت های استو در رابطه با امی طرز پخته کردن کوچه باشد که کوچه چی قسم آماده میشه از کجا شروع میشه؟ اول گندمی کوچه باید رکشویشه. خب گوشت شوشته شه. بعد از روی تقسیمات در دیگاه انداخته میشه. ایتون معلوم میشه که گندم هم چی قسم گندم باید باشد؟ مثلا جو باشد یا؟ نه نه خالص باید گندم باشد. آره جو نموشه گندم خالص باشد. گندم ها تقسیمات روی تقسیمات در دیگاه انداخته میشه. نظر ها روی تقسیمات در دیگاه انداخته میشه. باید در هر دیگ مساویانه انداخته شد. آره چی گوشت چی گندم شی چی آو شی در می دیگاه چقدر گوشت منزی چقدر گوشت منزی دیگاه هست هر کدومیشی پنج دانه نظر. خواه پنج دانه نظر هر نظر دو سیره می یا کمتر می یا زیادتر می یا کمتر کلتر دیگه ایتر فدای از این منبر شوی میتر معین نیه که نظر اینی قدر باشد. آه. از یک سیر شاید با پایین نباشد. خواه. از دو سیر و سه سیر با بال شاید نباشد. خواه خواه باز بود از اینکه گندم رکشوی کدین و گوشتم ششتین چی کار میریم در دیگ خالی مونیم. خب گندم ترم مونید یا نه؟
آره خوشکشی کردی خطر میشه. خواه دیگه ای تو ترک دار نمیمونه دیگه. نه 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 مستقیم وقت مستقیم میری ده دیگ میندازی آردویش یک جایی میندازی اول گندوم میندازی بعد از او گشت ده بلش میندازی بعد از او آو خواه باز چی قرار دیر جوش میدید زیر آتیش؟ زیر آتیش شدیدن شاید یک 13 ساعت یا 14 ساعت آتیش زیر شسته. این چی وقت معلوم میشه که پخته شده؟ یکی باز آتیش بس مونید آتیش بس تا زمانی که کش اگر شده نشده آره. آتیش بس نمونیم تو مرگ موسوزه تا جوش نمده آتیش زیاده وقتی دیک که جوش آمد وقت آتیش کم مونی آره. که جوشش نمنه دیگه زیادم جوش نخره که نسوزه خب بخاطر که دیگم نگ امو دیگم آره. نسوزه آره. و آتیشم زیاد بلند نمشد آره. خب خیلی خب تا ساعت 12:30 روزه آره. اینمی آتیش اینمی رقم است بعد از او آتیش تمام میشه و شروع میشه در گرد کدو و کوچه آمد کدو بزدالیم کدو دیگر میرسه یعنی ببینید دوستوی عزیز چقدر کوچه پخته کردن زحمت کار دارد این پس آنها در سابق در هر عروسی ختم قرآن در هر مراسمی که میشد در ساحات مناطق بیسود مردم کوچه پخته میکنن ولی دهی پسانا یکم فکر کنم جنجالش زیاد است مشکلاتش بسیار زیاد است به اون خاطر مردم زیاد کوچه به طبعا جنجال زیاد داره به اون خاطر مردم زیادتر کوچه آماده نمونه زیادتر شوربا پخته مونه و پلو مونه طبعا امی رسم رواج کوچه یکم کمتر شده کمتر شده بازی رو فکر کنم امی کوچه را جوش میتید تا زمانی که گوشتو کاملا از استوگو جدا میشه کامل جداش خب بر فعلا در اینجا چند تا نظر بوده در نوبت شما؟ در نوبت از ما 40 دان نظر 40 دانه ماشالله ماشالله هفت دان دیگه هفت باز کوچه خوزی دیگه نم نه؟ اضافه کنم مردم میبینیم دیگه خواه مخواه شاید اضافه هم شوه انتظار داره از 40 نظرم بابالا موشه یا نه؟ تا 60 نظرم روزی آشرو 60 نظر امکان چه هسته تا 60 برسه ماشاءالله یعنی نفوس معلوم میشه که زیاد است اینجا نفوسی از حسینی خیلی زیاده خب دوستو عزیز در رابطه با قدامت از حسینی که چقدر قدامت داره و در رابطه با ای که دهی حسینی چی تعداد کسا چی تعداد قریجات شامل میشه میریم در داخل حسینی صحبت هایی با احالی از حسینی خود برشون داره خیلی نالی یک چی کو؟ از همون منه دیگه یک دفعه واس که اگر زیاد تفت بود خو خیره نه یعنی جزنه تو سبر تو سبر 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 یک دفعه تو بیاد تو باشه بیستن ایسو تشتو خب دوستای عزیز کمره اسمو می خب دوستای عزیز دودم گرچن زیاد است دیگه ای گوشت در اینجا در داخل قد گندوم انداخته در حال جوش دادن است تا حال جوش نکنه وانو قسمی که شما میبینید کاملا مو بوره یا بزغله یک است فکر کنم بوره یا نه کاملا کلن هم تو زنده است وانو خودون شما به تصویر میگیرید دیگه باز از پرو اصلی پروسیشی ادامه پیدا میکنه خب خیلی سر دیگه ما کم کن دوستو عزیزای دل ما فعلا آمدیم از آشپزخانه خلاص شدیم دودم زیاد بود زیاد چقرا کردیم دیگه فعلا موریم داخل منبر با اهالی منطقه صحبت خود داشتیم در رابطه با قدامت از این منبر و چی کسای به این منبر چی قریجات شامل هسته انشالله صحبت های خود داشتیم دوستو عزیزای دل قسمی که ما از بیرون صحبت کردیم فعلا آمدیم در داخل منبر
تعداد زیادی از اهالی از این منبر در اینجا جمع هستند. کلشون بعد از نمازشان فعلا فکر کنم بعد از صرف نان سینه زنی شروع میشه، پس به اون خاطر یک از ریش سفیدای از این منبر کرزمه هست در کنار مسته کچه صحبت منم که در مورد قدامت از این منبر صحبت خود کرد و در مورد از این که چی تعداد از اهالی قریجات در این منبر شریک هستند و در این مورد صحبت خود داشتک. کوکو جان در قدم خود سلام بر شما، میشه خود بلده بینید یک معرفی کنید؟ ما اسم از ماست زفرعلی، شیخ زفرعلی از قوم غیبری منطقه سموچک. خب منطقه سموچک بوداسیاب بوداسیاب. خب در رابطه با قوم صحبت کردی، در این منبر که فعلا ما شما نشستیم، منبر سفید بیت، چند قوم شریک هست؟ چهار قوم، قوم تومان مگا، غیبری، جمیلی، خوردی، سادات. سادات پنج شد؟ پنج شد داره، پنج شد. خواه این تعداد اقوامی هسته که در این منبر شریک هسته. باز امی چی قسم تقسیمات که در چند روز محرم اول خوندو داره در اینجا؟ خوندون از مو هفت روز محرم خوندو میگریم، از در چهار نظر مکشیم در پنجم خواندن شروع میشه تا روز یازده، هفت روز خواندن داره. ای چهار طایفه یا پنج طایفه را چی رقم تقسیم بندی کردید؟ بر اساس قریه تقسیم بندی کردید؟ بر اساس خانه تقسیم بندی کردید؟ بر اساس قریه تقسیم شده. خواه خواه دیگه قوم قوم هم هستون هست، باز قوم با قوم دیگه هم هست. خواه روز اول ساداد است، منطقه شکر که ساداد تکرم بول منفکر آمی روز پنجم. خواه روز اول که خواندن شروع میشه ساداد است، منطقه شکر و قره و یعنی بایرام اینجا بین زردک، یعنی منطقه هم یک تعداد چی هست. در روز دوم سبز درخت، منطقه کوتا و سبز درخت پایین دو روز. روز سوم منطقه سیاسنگک موگا یک جمع از قوم های جمیلی و نظر مکشا خواندن نظر میده. باز بعد از او منطقه سومچگ و قولی علی بای قوم غیبلی و قوم خوردیه. باز بعد از او اینه منطقه چیز بازم سبز درخت است، دشت و سیاسنگه اگه. باز بعد از او که از مردم قوم جمیلی هم بعد از او باز یک نوبت سبز درخت میه. خب باز دور دوم، دور دوم باز اینه آخریشی روزی آشورا سیسره و سیقلای قوم تومان است. خب باز روزی آخر این خود سفید بیت یک تعداد قوم های تومان روز یازده اون را خب نظر مکشه. خیلی خوب در مورد از این خوب معلومات کامل دادید. با در رابطه با این صحبت کنید که همین منبری که فعلا ما در منبر سفید بدستیم قدامت، در رابطه با قدامت از این ما تا جایی که معلومات که گرفتم بعضی کسای دوستایی که درخواست کردن گفتن در این منبر برو، یک از دلایلش همین بود که گفت واقعا یک قدامت بسیار تاریخی زیاد داره. بله در رابطه با قدامت ازی صحبت کنید. قدامت ازی شاید تقریبا 150 سال قدامت اصلی بنیاد ازی تکه خانه شده. این دوران سید معصوم مرحوم بوده که مثلا اینمال در سی پوشت تقریبا رسیده. سی پوشت ها. از اون وقت کم زیادی شده؟ زینال بازو منبر سابقه هم خورد بوده، هم مثلا خامه بوده درست نبوده، مقصد دوران قدیم بوده. از دوره دوم که با سر نو بنیاد کردن جور کردن استایش هم بوده به نام استا محمد ایسا آگمان نام داشته، سبز درخت بوده. امی دیزاین و دیکوری مقبوله که من میبینم ایر کی دیزاین داده؟ کلگیش می غیر رنگ و روغنش نمیدونم دایی پسانیش ده. اصل ساختمان از ایر امو استایش آخان نقشش را مستایش رم کده، جور نقشش هم همو آدم انداخته، تمام کارش همو آدم کده. دیگه اونو این دوره دوم از این 62 سال میشه. 62 سال که این منبر فعلا موجود است،
بینیم 62 ساله که مثلا دوری دوم جور شده مسابقه شرا چپا کردن مردم خواهی را اثر نگیر کردن آره خو خیلی خوب خیلی قدمات زیاد داره ما فکر نم ایک تاریخ یادیم بود گفت قدمات از این منبر برابر است با مسجدی از چین دو مسجد قبلا ساخته شده بود قبل قبلتر از مسجد چین دوول کابل بوده بعد از او که این جرز به چندین سالای تک خانه بودم تک خانه سابقه زی بعد از او سینه چین دوول اینا بعد از او جرز ده خواه این قبل از او جرز ده بوده شاید خیلی از او کده چندین سالا قبل بوده یعنی بز بیشتر به اینجا در یوم محرم مردمی عظمی خود ساحق فیران در اینجا نشیمن است اینا نظر میده یا کسایی که بیرون از چی است مثلا فیران در کابل زندگی میده اکثریتی مردم بیسود خود معلوم داره که در کابل زندگی میده کابلی هم نظر میدن از هر قوم نظرشی داده میشه اینجا کمک میشه مثلا همکاری در بامد خیلی خوب در رویته با ریش سفیدو و بزرگو و نامداروی قبلی از این ساحه کم صحبت کن چی کسایی بود مثلا نماششون بلد هستین؟ بزرگا بسیار بودن دیگه از جمله خود کی بود آقای معصومی که شما محمد حسین حاجی مگو که اصلی تکیه دارم همه آدم بود یه از جمله همو تکیه داره از این منبر بوده دیگه از بزرگا مثلا از قومای تومو تومان مثلا خدا باش کربلایی بوده و حاجی سفر بوده دیگه این کسا از قومای تومو بوده از من قوم غیبیلی ملای وزیلی پدر از ما بوده ملا رجب آخون از سومشگ از قری از مو بوده دیگه حاجی خانلی مو بود که ملایی بود که به این منبر میخوند یعنی از جمله ریش سفیدای قدیم بوده دیگه از دیگه قوم مثلا از قومای خوردی به نام فقیر مگود فقیر حسین نام دار دیگه محمد شاه مگود از قومای غیبلی دقل البی بود بعد از پسرش گلاب شاه مگود اینیا بودن دیگه ریش سفیدا زیاد بودن دیگه از هر قوم از جمیلی مثلا حاجی رمضان مگود خادم حسین برادر حاجی رمضان بود دیگه سفر محمد نگفت از قوم جمیلی اینا بودن بعد از غلام حسین اینا بودن دیگه ریش سفید ها کلی بشی بر جای خدا رفتن دیگه خادم حاجی محمدی اینا از جمله مربوط زمین چی میشه؟ بله بله مربوط سیاه حاجی محمدی آره حاجی عبدالحسین محمدی استاد احمدی برادرش فیلان در کابل و مربوطی از جمله بزرگای از زمین مربوطی از زمین منبر است این منبر بسیار یک منبر قدیمی هم بوده پر جمعیت هم بوده در افغانستان او ترقم ملایی نبوده که در منبر بیت هم در نخانه باشد باید ندارم سید سروه حتما باید اینجا می آمده حتما می آمده سید سروری واعظ آمده اینجا مثلا خوانده مثلا بینش و دانش از مردم ترکمن بودن آمده نوزت نگفت از مردم ترکمن آمده دیگه اینا بزرگا علمای بزرگی که در افغانستان بودن کلی گشه آمدن اینجا منبر خواهد چقدر خوب منبر نامدار پر جمعیت بودن چقدر خوب خوب بیا کم کم موریم در رابطه به خاطر که برنامه طولانی نشد در رابطه با عزاداری از ایام محرم شما چی چی برنامه دارید مثلا غیر از روزخانی و سخنرانی دیگه سینزنی دیگه چی برنامه دیگه دارید بله دیگه از کدام برنامه خاص نداریم همین روزخانی و روزخانی روزانه است روزانه است شبانه مثلا سینزنی است دیگه یعنی می چیزا همون مراسمی که اونی مردم تشیع انجام میدن اون مردم انجام میدن دیگه در غیر از سامی از این برم از جای دیگه هم در سینه زنی در خواندن این مال در روز خواندن یعنی اکثر از این منطقه از دیگه من برام در اینجا شرکت منن آره در قری خودون شب مثلا خواندنه پس به خاطر که جمعیت اینجا زیاده علمای بزرگ میه مثلا مراسم خوبتر بشکوتر برگزار میشه به خاطر از تمام مردم از همین منطقه هم شرکت میکنه ما راستی چی فراموشم شد خوب بالاخره کم کم موریم طرف آخیر ما که میگرم این منبر شامل 34 چی میشه در اونجا مسجد اینجا منبر چی رقمه
او طرف مسجدی که قبله ما اون طرفه آره از اون مسجد نه تک خانه ها خب اون طرف هم از جمله ملحقات از این طرف هم از جمله ملحقات از اون منبره این طرف مسجد مشاور بله روزی مربوط چی میشه این هم مربوط از اون منبره از اون دک خانه دیگه خب آره تشکر تشکر از صحبت های شما بازم کنم پیام به عنوان حرف آخر اگه بلده بینیم دل داشته بشین بگوی حرف آخر دیگه مکرم چیزی مشخص یاد نداره مره خب درست خب از همکاریشون تشکر میکنیم مثلا که دیاد از این بار آمدین تشکر خداوند اجر شما را تشکر زیاد بده خدای امام حسین اجر شما زیاد تشکر این وظیفه از میه خب دوستو و عزیزای دل ای بود گزارش مختصر از سرگذشت از منبر که رشته فعلا صحبت کردن قسمی که شما گزارش هم در بیرون دیدین در رابطه با نظرات و در رابطه با چی قریجات شامل است و در کسایی که در افغانستان نیست این ویدیو رو میبینه شاید خاطراتش تازه شود و در کسایی که رفتن یاد از بزرگا دوباره زنده شوند و در کسایی که آرزو دارن که بیاید این منبر یک بار ببینه در قریجاتشون برگرده این ویدیویی بود که برای شما تهیه کردیم منتظر گزارش برنامه سینه‌زنی و روزخانه هم باشید ما برنامه خود داشتیم تشکر که تا این بیننده بودید منتظر قسمت های بعدی باشید قسمت اول بود تشکر رسانه بهسود رسانه مردم از خود مردم بلده مردم